جان 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 هیچی نیست. خیلی درد داره. کی؟ بازی؟ آه همین الان پیداش کردم. یه نیم ساعتی میشه. جان جان آروم آروم آروم. فکر من که سر به سر بخورده نه؟ شوارم شده که. خب بیا من دستش رو نگرم. زبونش پاره شد. سنس بیارم. آخه سرش سر بخورده من. آخ چیه بود دستانه هم هستی دکتر. آخه وقت آخ آخ دندونش رفته تو زبونش نه؟ دندون خواهیم. آخ آخ حالا بخش نزنیم؟ بذار ببینیم چه سیست ممکنه آرام بخش بزنیم زهر آها خداش داشت خفه میشه رفته بود تو زبون الهی بمیرم ایوان خدا باشه گفتم اصلا زبونش گیره دکتر جان وضعیت داخلیش ظاهرم فعلا بد نیست ضربه احتمال 90% قسمت سرشو خورده بعد حالا خون ریزی های قسمت دماغش و سینه‌ش این شو اینا رو تمیز میکنیم خونی که بلعیده و خونی که داخل آسپیره کرده آنتیبیوتیک تزریق میکنیم که عفونت نکنه خدایی نکرده بله این که میبینه یا نمیبینه فعلا رفلکس خاصی نداره مسکن بگیره چون درد شدید داره و قسمت سر ضربه خورده حالا ببینیم بعدا بیناییش رو تست خواهیم کرد الان فعلا اصلا رو بینایی جه فعلا الان نمیتونم نظری بدم چون حالت خودش نیست بدن درمان استیبل کردنش رو انجام بدیم باش استیبل پاره شده بذار تو زرف پول بگیر تو زرف پول بگیر بذار زیده دست پوستش نیست اینو لخته خون بله بله حیوان خدا داشت کنار خیابون از درد خاکو میکن اتفاقی همینطوری داشتم کنار خیابون رد میشدم داشتم تلفنی هم حرف میزدم با یکی از دوستان آقا نزدیک های خونه بودم یهو دیدم یه گربه کنار خیابون داره خاکو میکنه ولی غیر عادی گفتم آقا من بعد بخوانم بهت زنگ میزنم خداحافظ خداحافظ رفتم پایین دیدم بله ایوان خدا تصادف کرده از درد داره زمینو میکنه از درد هم درد هم زبونش که آخ 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 آفرین هم زبونش که به دندونش آره آخ 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 زبونش آخ دقیقا رفته بود توی اون دندون نیش پایینش نه آخ اون که رفته بود تو زبونش درد و استرسش بیشتر شده بود حیوان نمیدونست چی بکنه احساس خفگی بهش دست داده بود نمیدونست چی بکنه بدبخت چی بدبختن حیوان من میگم اون نامردی که این حیوانو زد یه لحظه وای نستد و گفت حالا مثلا اینو میآوردی دکتر چی میشد حالا مثلا آقا تو که زدی این حیوان که نزد بهت تو زدی به اون برش در این همه دامپزشکی الان زیاد شده ماشاءالله این همه دکتر آقا چی میشه مردم میخواد سرتو ببره مگه حالا اون حتما با وظیفت هستم ببری حتما آقا اون پولم بخوای خرج بکنی ده برابرش دستتو میگیره بابا نامرد روزی 20,000 تومان پول سیگاره دیگه
آخه تو یه بنزین میزنی 30 تا بنزین میزنی 100 هزار تومان پولش میشه. آخه چقدر مگه دکتر میخواد ازت بگیره؟ آخه اصلا آقا حسن هر چی بگیره تو که زدی خودم بخواد بگیره وقتی زدی من زد احسن دیگه. تمام شد تمام شد آقا تو که زدی وظیفته ببری مسئول شیشه یکی رو بشکنی بله دیگه شیشه است دیگه جون نداره که بله ولی خب پدر اون صاحب تو در میاد اون صاحبش آره والا آره والا بله بله دیگه شیشه است جون نداره پس من شکستم دیگه خدا خدا ولی اینکه حالا جان داره که کی میخوان اینا رو بفهمن ملت آقای دکتر؟ ها چرا ملت اینطوری ذاتن خسیسن سر حیوان؟ آقا حیوان خودشه، حیوان خودشه مریض میشه همونجا بعد سه روز چهار روز دیگه حیوان داره جون میده میگه آقا آی بعد تازه نمیاره واسه شما من خودم شاهد بودم اینجا بودم دیگه زنگ زده بهتون میگه آی دکتر حیوان من سه چهار روز غذا نمیخوره خاک خاک بر سرت بردار بیار دکتر دیگه آقا یه نفر زنگ زده بود میگه حیوانم یه هفته است استفراغ داره به نظرتون بیارم الله چی حالا صداتون شاید نمه میگه یه نفر زنگ زده گفته که یک هفته است سگ من استفراغ داره به نظرتون بیارم حالا اون یکی رو چه نمیگی؟ یه پسر سگش حالا میگفت این بچه همه عاشقشم فلانه بساره از این سگ نژاددار روتوایلر هم بود پسر حالا میگم اصلا پسر دوچرخه سوارم بود ادعا داشت من دارم تمرین میکنم واسه تیم ملی رفته بود جوینه گرفته بود یکم پول مول دستش گرفته بود رفته بود یه روتوایلر خریده بود روتوایلر آقا این تو داتشون از این سم کشاورزی بود این سگشون سمو میخوره بعد از چهار روز یادم نمیره اون سب بعد از چهار روز به من پیام داده میگه که آقای محمدی من به این سگم الان سه چهار روز آب و دوغ و زغال دادم آب و دوغ و دکتر آب و دوغ و با زغال گفتم آقا آب و دوغ زغال چی باره تو اینه وردار ببر دکتر گفتش اینجا دامپزشکی نداره گفتم اولا تو اگه دامپزش تو اون دعاتتون نداره بی خود کردی این بهانه بیش نیست اگه خودت مریض میشدی خودت سم میخوردی که انشالله بخوری آیا خودت تا اون سر دنیا هم باشه پا میشی میری دکتر با آب دو و زغال میگه دادم با قول شما فکرده شیمیایی دوران جنگ بود این کارا رو میکردن عجب با همینا عجب کاری ندارم آقا اینو دکتر نبرد روز پنجم ششم اون حیوان ببین چقدر قوی بود بیچاره روز پنجم ششم نگو این باز به من پیام داده من پنجشنبه جمعه بود ندیده بودم بعد دیگه دیوانه دیگه از مرز دیگه گذشته بود برگشته به من میگه تو چون جواب من ندادی حیوانم مرده ببین چه الان مقصر بعد منو شناخت بعد مقصر منو میدونست گفته بود که آقا حیوان 6 روز سم خورده رو آب و دود و دوغ و زغال بهش داده بعد حیوان مرده میگه تو چون جواب من ندادی حیوانم مرده ببین چقدر یک انسان میتونه بیشور باشه آقا تو غلط کردی با ابجد آباده اصلا سگ آوردی اصلا حیوان خانگی آوردی آقا من میگم کی مردم میخوان به عقل برسن کی میخوان بفهمن که آقا این کارا اشتباس که ما نسبت به هر موجود زندهی که میاریم نگهداری میکنیم یا بهش آسیب میرسونیم مسئولیم تمام شد رفت بعد دکتر خودشون مریض میشن دکتر میلیون ها تومن خرج میکنن که حالا مثلا فقط کش بکنن چششونه حالا یه ایوان خدا مثلا چند تومن خرج داره مثلا بیاره دکتر آقا یه ویزیت دکتر 30 تومنه 40 تومنه 20 تومنه بعضیا میگیرن آخه چرا نمیاری دکتر من نمیدونم چرا سر حیوان میشه خسیس میشن تا کی میخوایم به این بیشوری و نامردی و بیمسئولیت بازیامون ادامه بدیم خدا میدونه امروز یه نفر به من زنگ زده بود بله میگفت که دامپزشکی رو گرفتم گفتم بله من فکرم مشتری میگم مثلا بله گفت یه دونه تو حیات ما یه گربه است مرده یه گربه است مرده آره گفت یه از صبح یه گربه است هم افتاده تو حیات ما مرده بله میتونیم بیایم برش داریم وای گفتم ما بیایم برش داریم چیکار کنیم گفت آقا ما نمیتونیم بریم نزدیکش ممکنه کرونا داشته باشه یا خدا آقا میشنوید صدای دکتر رو وای خب گفتم آقا الله اینجوری دیگه کرونا دیگه اینجوری هم کرونا بدون شما این هم ازش میترسید جب میگیردش وای میگفت جنازه گربه رو از حیاتمون بر نمیدارم چون میترسیم کرونا بگیریم آره. بعد شما باید بیا بردار گفتم پزشکی دیگه بیاین مگه کارتون این نیست وای چقدر بیشور آقا میشنوین این ملت همین ملت همینا که خیلی ها از الان همین الان ممکنه بیان این فیلمم ببینن این ملت همینا جز همین آدمانه آقا بشنو
آقا خانوم اینقدر نادان نباش، این همه جاهل نباش. آقا یعنی چی الان این همه علم ثابت کرده اصلا اگر سگ و گربه کرونا هم بگیرد به انسان منتقل نمی کند، یعنی کثیف‌ترین بدذات‌ترین موجود روی کره زمین انسانه. اینو کرونا داره علنا داره ثابت میکنه. یعنی اون حیوانا سگ و گربه از ما کرونا میگیرد ولی به ما کرونا نمیدهد. اینو بفهمید بابا، سازمان بهداشت جهانی داره اینو میگه. توی بیز مادر بی سوادت که اینا رو عالیش نیست. گوش بده خوب، دست در نکنه دو پشم فعلا تا داراشو داریم تا یه مقدار بره جای گل بمونه. بله تا داریم وضعیتش یه مقدار استیبل میشه یا نه. مسکن قدی بهش دادم ولی خب تصورت تو دیگه بالاخره درد داره. بله اینو باید وی آی پی بذارید تو شبا خانه. باش چشم خب بذاریمش تو سبا. باش باش باش، دست در نکنه.